به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان همراه. محمد مهدی علیزاده هستم با دوره آموزشی برنامه نویسی سویفت در خدمت شما عزیزان خواهم. سویفت اولین گاممون هست برای ورود به دنیای برنامه نویسی اپلیکیشن های iOS که برای گوشی های اپل که مبتنی بر سیستم عامل iOS هستند همشون این کار رو ما انجام میدیم و برنامه نویسی میکنیم، همینطور روی تبلت هاش و همینطور این زبان استفاده میشه برای تولید برنامه هایی که مبتنی باشن بر سیستم عامل مک او اس که روی لپتاپ های اپل معمولا نصبه و البته میتونید مکینتاش رو به صورت جدا هم نصب بکنید، البته یه مقدار شاید دردسر بیشتری داشته باشه ولی شدنیه. سویفت رو اپل معرفی کرد و الان ورژن سوم خودش رو در این لحظه منتشر کرده و ما باهاش کار میکنیم و قرار هست که تو این دوره آموزشی باهاش آشنا بشیم. سعی میکنم تو این دوره آموزشی خیلی خیلی کوتاه توضیح بدم که در سویفت چطور مفاهیمی که از برنامه نویسی میدونیم یا احتمالا شاید نمیدونیم رو به کار ببندیم. ما ممکنه خیلی از شما عزیزانی که این دوره رو دنبال میکنید حتما یکی از زبانهای برنامه نویسی رو فرا گرفتید و الان میتونید باهاش کار بکنید. ممکنه سی رو بلد باشید، سی پلاس پلاس بلد باشید یا اصلا ممکنه تجربه برنامه نویسی موبایل داشته باشید. برای سیستم عامل اندروید به صورت نیتیو ممکنه با جاوا کار کرده باشید یا حتی ممکنه که با سی شارپ و زامارین کار کرده باشید که البته با همون میشه برای iOS هم کار کرد. اما وقتی که قرار باشه برای سیستم عامل iOS برنامه بنویسید، مرجع رسمی و استانداردتون میشه چیزی که اپل ازش حمایت میکنه. همونطور که در برنامه نویسی اندروید اگر دوستان کار کرده باشن یا آشنایی حداقل داشته باشن میدونن که راه‌های مختلفی برای تولید اپلیکیشن های اندروید وجود داره، ولی اون چه که رسمی هست و بسیار مورد توجه برنامه نویس ها هست به ویژه حرفه‌ای ها چیزیه که از طرف خود گوگل پشتیبانی بشه، همینطور برنامه نویس های زیادی بیان از اون استفاده بکنن که در نهایت منجر بشه به تولید لایبرری های متنوع و سورس کد های خیلی زیاد که بتونه به شما کمک بکنه. همین رو در مورد برنامه نویسی iOS هم داریم. ما زمانی که میخوایم ورود بکنیم تا قبل از این که سویفت رو معرفی بکنه کمپانی اپل، شما باید با زبان برنامه نویسی Objective C کار میکردید و حالا SDK های مخصوص به خودش رو داشت و شما با اونها برنامه نویسی میکردید برای سیستم عامل iOS. اما زمانی که سویفت رو مطرح کرد و اعلام کرد که دیگه از این به بعد از این زبان برنامه نویسی پشتیبانی خواهد کرد و SDK های رسمی رو برای این زبان ارائه خواهد کرد، برنامه نویس های زیادی اومدن به سراغ این زبان. استفاده کردن از این زبان و در واقع سینتکسش خیلی خیلی آسونه، پیچیدگی زیاد خاصی نداره و همین دلیل من سعی میکنم خیلی کوتاه توضیح بدم که برای اینکه مفاهیمی که تا حالا داشتید در برنامه نویسی یا شاید هم کلن کار نکرده باشید چی هستند و چطور باید به این زبان براشون کد بزنید. پس اگر که کلن هم بلد نیستید نگران نباشید، من سعی میکنم که یه توضیحات کوتاه البته ولی مفیدی رو تا جایی که ممکنه سعی بکنم مفید ارائه بدم خدمت شما و مطالعه بیشتر برای عزیزانی که زیاد تا حالا برنامه نویسی نکردن و یا با زبان برنامه نویسی دیگه آشنایی ندارند رو میذاریم به عهده خودشون. اما من سعی میکنم از پایه شروع بکنم تا ببینیم با این زبان برنامه نویسی چطور کار میکنیم. خب بریم شروع کنیم کار کردن رو. اول از هر چیز ما باید بدونیم که با چه ابزاری قرار کار بکنیم. نکته اول این که شما برای اینکه با ابزار رسمی خود اپل بخواید باهاش کار بکنید و ابزاری که تقریبا اکثر برنامه نویس ها دارن ازش استفاده میکنن و محبوبیت بالایی هم داره، باید سیستم عامل مک رو داشته باشید که الان من مک او اس 10 رو تقریبا دارم، ال کپتن. اگر که لپتاپتون در واقع مک بوک هست که خودش نصبه، ولی اگر که روی کامپیوتر شخصی خودتون این سیستم عامل رو ندارید باید نصب بکنید، حالا یا با استفاده از VMware که به صورت مجازی نصب بشه یا با هر شیوه دیگری، اما نصب میشه و شدنی. بعد از اینکه سیستم عامل رو نصب کردید، نصب سیستم عامل رو متاسفانه نمیتونم توضیح بدم، سیستم عامل رو نصب بکنید و بعد که سیستم عامل رو
نصب کردید، نرم افزار Xcode رو هم نصب میکنید. نرم افزار Xcode رو هم دانلود میکنید و نصبش میکنید. به دو شیوه میتونید این کار رو انجام بدید، یا به زبان فارسی سرچ میکنید که راحت ترین کار همینه، پکیجش رو دانلود میکنید تا بعد برای دفعات بعدی هم در اختیارتون باشه، و اگر خواستید روی کامپیوتر دیگری نصب بکنید راحت بتونید فایلش رو منتقل کنید و نصب کنید، که این شیوه رو من توصیه میکنم. ممکن هم هست شما مستقیما از طریق خود اپستور این کار رو انجام بدید، که البته زمان زیادی رو از شما خواهد گرفت و یه اینترنت واقعا قوی هم باید داشته باشید، یا ممکنه نرم افزار رو خریداری بکنید روی لوح فشرده یا DVD که بتونید نصبش بکنید. پس این چیزی بود که شما باید نصب بکنید. اگر سیستم عاملتون مک هست که سیستم عامل نمیخواد، بیاید مستقیما برنامه رو نصب کنید، اگر نه نصب سیستم عامل و بعد برنامه Xcode. برنامه Xcode رو با هم دیگه اجرا میکنیم که پنجره حالا Welcome to Xcode رو باز میکنه در ابتدا، و من میخوام که شروع بکنم یک برنامه سمپل رو اجرا بکنیم ببینیم که چی هست. ببینید ما الان با Xcode فقط میخوایم زبان سویفت رو بشناسیم، یعنی وارد محیط توسعه iOS نمیشیم، جایی که بتونیم ویو ها رو مثلا قرار بدیم، ویو کنترل رو بذاریم، ظاهر برنامه رو تغییر بدیم یا کالبک هایی رو تعریف بکنیم. تمام اینها رو موکول میکنیم به بعد از شناخت سویفت. این قدم اولمونه و تلاش میکنیم محکم این قدم رو برداریم تا ضعفی نداشته باشیم در این زمینه. برنامه Xcode رو که باز میکنید، روی دکمه Get Started with Playground کلیک میکنید، یه زمین بازی براتون باز میکنه که شما کد بزنید و لذت ببرید، که در واقع یعنی یک صفحه آماده برای کد نویسی ایجاد میکنه برات. و حالا ازتون میپرسه که یه نامی بهش نسبت بده. من میذارم پلیگراند صفر یا دو صفر، که اسمش هم میذارم فرست ران، مثلا اجرای اول. و از شما پلتفرم رو میپرسه که میگه برای iOS، برای macOS یا برای tvOS میخواید برنامه بنویسید. ببینید همین Xcode برای تولید برنامه های مبتنی بر خود سیستم عامل مک هم SDK داره، ابزار داره. برای گوشی ها و تبلت های اپل که مبتنی بر iOS هستند هم ابزار داره، و همینطور اپل تیوی ها که مبتنی بر tvOS هستند. که ما الان فقط میخواییم این زبان برنامه نویسی رو مرور بکنیم، اما چون هدفمون این هست که ورود بکنیم به دنیای برنامه نویسی موبایل، پلتفرم رو میذارم iOS. اگر شما پلتفرم بذارید macOS الان فرقی نمیکنه برای ما. الان ما فقط میخوایم که خود سویفت رو بشناسیم. برای بار چندم تاکید بکنم، الان هیچ کاری به این نداریم. الان هیچ برنامه iOSی نمیسازیم. زبان برنامه‌نویسیشو باید کامل مرور بکنیم و خیلی سریع بتونیم بشناسیم. در حدود 5-6 ساعت، از شما بیشتر زمان نگیره شناخت این زبان برنامه‌نویسی. و next رو کلیک میکنم، یه جایی باید براش انتخاب بکنم، که من یه پوشه سویفت رو در نظر میگیرم و همونجا میذارم 2-0، میگم داخل این پوشه بک‌گراند من رو ایجاد بکنه. خب برنامه باز میشه، من اینو فول اسکرینش کنم تا دیگه تمرکزمون بیاد روی همین صفحه. خب بالا رو دقت بکنید، یه زمان حالا بعضی وقتا کوتاه بعضی وقتا طولانی رو منتظر بمونید تا سیمولیتور رو اجرا بکنه. خب در مورد محیط برنامه حالا توی این صفحه توضیح بدم که ما یک سری منوها داریم، حالا ابزارهای مختلف داخلشون هست و ما فعلا توی این دوره زیاد بهشون توجهی شاید نداشته باشیم. توی قسمت پرفرنس ها یه سری تنظیمات برای سایز فونت میتونید انجام بدید، و از همه شاید مهمتر که عمدن اومدم اینجا، کی بایندینگز باشه. شاید شما با ادیتورهای مختلفی توی زبانهای برنامه نویسی گوناگون کار بکنید، ولی از همه مهمتر اینه که شما حداقل فعالیت‌های اصلیتون رو که بهش عادت دارید رو از طریق یه سری کلیدهای یکسان تعریف بکنید، تا در زمان تایپ کردن وقتی حجم کار هم بالا میره، شما برای هر فعالیتی لازم نباشه توی یه بازه زمانی کلیدهای خاصی رو حفظ بکنید و به خاطر بسپارید. ولی الان من اولین کاری که انجام دادم اینه که اینجا بعضی کارهایی که انجام میدم و نیاز دارم در حین کد زنی رو
تغییر دادم به کلیدهایی که خودم دوست دارم. مثلا تایپ بکنید لاین آپ، برای حرکت دادن مثلا یه خط به سمت بالا میگه چه دکمه ای رو باید شما استفاده بکنید، که ببینید الان آلت و بالا پایین میتونه اینو کمک بکنه که من جابجا بکنم این خط رو. ولی حالا شما میتونید به شکل‌های مختلف اینو تنظیم بکنید تا راحت‌تر باشید. مثلا برای پاک کردن یه دونه خط از کدتون به صورت کامل یا کارهای دیگه‌ای که مد نظرتون هست. اونجا فکر می‌کنم مهم هست در ابتدا. اما محیط کدزنی همینه. سمت راست اون چیزی که شما می‌بینید نتیجه تحلیل و بررسی کدتون هست. یه تحلیل اولیه البته، اجرای کامل نیست، ولی راهنمایی می‌کنه برای اینکه شما اشتباه نکنید. خطی که بالا می‌بینید یک کامنته و این کامنت یه دو نقطه هم داره جلوش که میتونست نباشه کلاً. میتونست نباشه. در این حالت که میذارید شما واقعا یه دونه کامنت دارید. توی این حالت که میذارید معمولا برای این هست که بعدا ازش یه داکیومنتی هم استخراج میکنید، یه توضیحاتی در کنار کدتون باشه که الان برای ما اصلا مهم نیست. که فکر میکنم از اینجا میتونید یه کاری بکنید که این جور دیگری هم نمایش داده بشه. ولی خب کامنته، چون عادت داریم در زبانهای مختلف هم همینجوری نمایش داده میشه، خیلی عالیه برای من. خط دوم گفته که UI kit رو ایمپورت کن. UI kit چیه کلا؟ اگه ما همینجا پلتفرم رو در صفحه قبلی که ایجاد کردیم گفتیم iOS، میذاشتیم MacBook، میدید یه چیز دیگه ایمپورت میشه و اون چیزی که ایمپورت میشه در حقیقت پکیج یه سری دستورات و برنامه‌ها و آبجکت هایی هستن که موجودن و شما میتونید استفاده بکنید. مال SDK هست که کیت توسعه است و به این دلیل UI kit رو میذاره که حالا توش ویو هست، ویو کنترلر هست، ویو های مختلف، تابع مختلف وجود دارن. شما بتونید راحت برای iOS از اینها استفاده بکنید. پس قسمت اول یعنی اینکه یه سری ابزارها در اختیار من قرار گرفته، ایمپورت میکنم برای اینکه بتونم استفاده بکنم. که حتما اگر با جاوا آشنایی داشته باشید دقیقا کاری که انجام میده همینه. پکیج های مختلف رو ایمپورت میکنیم. حالا در سی و سی پلاس پلاس مثلا شما یه لایبرری هایی رو اینکلود میکنید، ولی این بار یه پکیج رو به صورت کامل ایمپورت میکنید. خب کاربرد ایمپورت اینه. در خط بعدی اومده یه متغیر رو تعریف کرده. ما برای تعریف متغیر از کلمه کلیدی var یا var حتی گفته میشه استفاده میکنیم. وریبل من میگم var. داریم میگیم من یک وریبل میخوام و بعد نام متغیر من میشه str. ببینید هر متغیر در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف یه جایی توی حافظه هستند. حافظه که میگم یعنی رم. یه جایی توی حافظه هست که به اونجا اشاره میکنه، چند خونه از حافظه رو اشغال کرده و در حقیقت یک آدرسی داره توی حافظه. ما دیگه نمیایم آدرس متغیرها رو حفظ بکنیم، چون کلی متغیر تعریف میکنید توی برنامه هاتون، آبجکت تعریف میکنید، اصلا کلاس تعریف میکنید، توابع مینویسید و غیره. اگه قرار باشه برای هر کدوم از اینها ما فقط یه دونه آدرس رو حفظ بکنیم، آدرس ها هم طول آدرس کم نیست از نظر عدد اگر نگاه بکنید، چون حافظه ها بزرگ میشن. حافظه هرچی بزرگتر بشه بیت های بیشتری برای آدرس دهی نیاز داره و در نتیجه آدرستون تعداد بیتاش بیشتر میشه، یعنی اینکه اعداد بزرگتری رو شامل میشه. حالا چون آدرس رو حفظ نمی کنیم، میگیم به هر متغیرمون یه اسم نسبت میدیم، از اون بعد با این اسم میشناسیمش. مثلا اگه میخوایم اسم خودمون رو ذخیره بکنیم، ناممون رو ذخیره بکنیم، اسم متغیر رو میذاریم نیم. اگه قرار نام خانوادگی باشه مثلا last name. اگه قرار سنمون باشه age. اگه قرار پول باشه میگیم money. نمیدونم اگه بالانس اکانتمون باشه، موجودی باشه، میذاریم مثلا account balance. هر چیزی که با مسما انتخاب بشه تا ما بتونیم راحت به خاطر بسپریم و راحت بهش دسترسی داشته باشیم، کدمون هم خانایی بیشتری داشته باشه. بعد از اینکه نام متغیر رو نوشته یه مقدار اولیه بهش داده. دقت کنید اسمش متغیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه میتونه مقادیر متنوعی رو بگیره، میتونه تغییر بکنه. یعنی الان اگر که ما این متغیر رو گفتیم مساوی با یه همچین چیزی که این یک رشته است، رشته رو داخل دابل کوتیشن میذارن، دو تا دابل کوت، ببینید یه دابل کد و من یه اسپیس بزنم برام قرار میده و میگه دابل کد میخوام، راهنمایی میکنه. ببینید یه دابل کد میذارم و میگم مثلا hello my friends و میگه که
اینو الان خودش گذاشت، یه دونه به سمت راست حرکت کردم خودش گذاشت و دیدید خیلی با انیمیشن زیبایی هم به هم گفت که من حواسم باشه. این متغیر رو عوض کردم مقدارش رو. به این کار میگن اینیشیالایز کردن، یعنی مقدار اولیه به متغیر نسبت دادن. یه متغیر میتونه مقدار اولیه نداشته باشه، یعنی شما یه متغیر رو فقط تعریف میکنید، به کامپایلر میگید که یه کاری بکنه در زمان اجرا یه فضای توی حافظه در نظر گرفته بشه تا شما ازش استفاده بکنید بعدن. شاید این قرار هست یه الگوریتمی باشه به مرور زمان همینطور یه سری اطلاعاتی رو به این متغیر اضافه بکنه یا برای محاسبه استفاده بکنه یا غیره، که از اول اصلا براتون مهم نیست چی توش باشه. اینجوری یه متغیر تعریف میشه. مثل خیلی از زبان‌های برنامه‌نویسی که ما حتما باید سمیکالون بذاریم، اینجا اصلا سمیکالون اجباری نیست. بذارید بهتون خطا نمیده، که البته برنامه بسته شد، دوباره لودش کنم و مجدد لود شد. حالا یه لحظه بسته شد، دلیلش هم متوجه نشدم سری بستم. اینجا سمیکالن هم اجباری نیست و در واقع اصلا نمیذاریم دیگه، سمیکالن هم نمیخواد بذاریم. این تعریف یک متغیره. ما زمانی که متغیری رو تعریف میکنیم به این صورت انجام میدیم. به تساوی میگن یک اپراتور در واقع نسبت دادن، اساین کردن. و تساوی در زمانهای برنامه نویسی معمولا از راست به چپ، در واقع تو اکثرشون، تو همشون، یعنی اینکه ما وقتی می نویسیم مساوی با یک متغیر، یعنی مقدار سمت راست رو بریز داخل متغیر سمت چپ. اینطور نیست که اگه ما دو تا متغیر داشته باشیم، مثلا str و str2، متغیر str2، این اگه تولید بکنیم یا ایجاد بکنیم، مثلا اسمش باشه محمد یا متغیر و یه متغیر دیگه، دوتا، درسته؟ و حالا تایپ کنم str مساوی با str2، این دوتا با همدیگه مساوی میشن. ببینید ما str و str2 محتواشون با همدیگه یکی میشن، ولی چیزی که مهمه محتواشون وقتی یکی میشه میشه محمد. یعنی چی؟ یعنی مقدار سمت راستیه، که سمت راستی داخل سمت چپی کپی میشه محتواش. این نکته رو هم بگم برای دوستان که شاید اصلا با برنامه نویسی آشنایی زیادی نداشته باشن و اولین نقطه ورودشون قرار این زبان باشه. خب این تعریف یه متغیره. یه متغیر میتونه جنس‌های مختلفی داشته باشه. ما زمانی که در مثلا زبان برنامه نویسی سی میخوایم تعریف بکنیم یا در جاوا میخوایم متغیر رو تعریف بکنیم، اول از همه به جای کلمه کلیدی ور می‌نویسیم نوعش چیه. مثلا ما در جاوا میگفتیم که یه دونه استرینگ با مثلا اسم str برابر با hello و بعد سمیکالون هم میزدیم، ولی اینجا اصلا همچین شکلی برای تعریف نداریم. وقتی که میخوایم تعریف بکنیم همیشه میگیم کلمه کلیدی میشه ور. حالا فرض کنید سن من قرار ذخیره بشه توش، فرض کنیم گذاشتیم 10، یه متغیری، یا اصلا میذاریم یه سنی رو ذخیره بکنه، 24. خب این متغیر age الان مقدارش شده 24، همین ایج میتونه بعد بشه مای ایج، درسته؟ الان برنامه من چی کار بکنه؟ بالاخره مقدارش رو چی بذاره؟ ببینید ما میایم اینجا، ببینید که ارور میده، درسته؟ این که گفتم میتونه بشه یعنی کاربر میتونه بنویسه همچین چیزی. ببینید که بهمون خطا داده، گفته که من نمیتونم یک مقداری از جنس استرینگ رو اساین کنم توی یه مقداری که جنسش اینته. اینت یعنی عدد صحیح. تایپ متغیر رو خودش تشخیص میده و میگه این یه خطا هست. پس من وقتی میخوام مقدار جدیدی به این بدم باید از جنس عدد باشه، 19. حتی اگه بگم 19 و 3 دهم هم باز میگه که این یه تایپ دابله، داری میریزیش توی اینتیجر. دابل برای عدد اعشاری استفاده میشه. این کار هم نمیتونم بکنم. یه وقت هست شما در ابتدا که دارین تعریف میکنید میخواید متغیر رو بگید تایپش چیه. مثلا تایپ میکنیم که وریبل فرض کنیم اسکور، نمره، و بعد جلوش میزنید دو نقطه اینت و مقدارش رو میدید 19. با این کار شما این متغیر از جنس اینتیجر تعریف میشه. همینو بیاید فرض کنیم بذاریم دابل و بذاریم 19 و 2 دهم. خب الان یه متغیری از جنس دابل یا عدد اعشاری تعریف میشه. اگه من همین کار رو انجام بدم، بگم یه متغیری میخوام از جنس دابل ولی مقداری که میذارم توش 19ه، درسته؟ خب بعد میتونم توی اسکور مثلا بذارم 14 و هیچ خطایی به هم نمیده، به این دلیل که نوعش رو ذخیره کردم.
و به نوعش رو تعیین کردم و بهش گفتم که این متغیر من قرار هست توانایی این رو داشته باشه که اعدادی از جنس دابل یا اعشاری رو ذخیره بکنه در دل خودش، هرچند جلوش من بگم که یه اینتیجر بریز توش، چون اینتیجرها اعداد صحیح اعداد اعشاری هم هستند، ولی هر عدد اعشاری یک عدد صحیح نیست و نمیتونه تو متغیر ذخیره بشه. یعنی الان دوباره بخوام نشونتون بدم، اینج رو نمیتونید بذارید 14 و خطا میده بهتون که من میگم اسکور. پس این تعریف نوع متغیر هست که کاملا متفاوته با اون چیزی که در زبانهای برنامه نویسی سی، سی پلاس پلاس، جاوا، سی شارپ و اینها مرسومه. اونجا همیشه ما نوع متغیر رو می نوشتیم و بعد نام متغیر رو. اینجا میگیم متغیری ور با نام اسکور از جنس دو نقطه دابل. نحوه خوندنش به این صورت، نحوه نوشتن و ترتیب نوشتن اینه: متغیری با نام فلان از جنس فلان، برابر با فلان هم میشه با مقدار اولیه فلان. پس ما الان بخوام این خط رو بخونیم، میگیم متغیری با نام اسکور از جنس دابل با مقدار اولیه 19. مقدار اولیه، چون بعد میتونه مقدارش تغییر بکنه. حالا اگه من بخوام متغیرها رو تعریف بکنم دقیقاً رشته هستند، باید بیام بگم که مثلا وریبلی با عنوان نیم از جنس استرینگ واسه بزرگ و مقدار اولیه فرض میکنیم علی تعریف بکن که برای من توی حافظه این متغیر رو در نظر بگیره و همین راحتی. حالا یه وقت هست ما دنبال یه چیزی هستیم که هیچ وقت تغییر نکنه. ببینید، مثلا من فرض میکنم که میخوام یه سری محاسبات انجام بدم، توی محاسباتم هم همش با دایره بیزی و غیره سر کار دارم، یا اصلا به هر دلیلی نیاز به عددی دارم مثل عدد پی. خب عدد پی رو حالا با استفاده از ابزارهایی که ریاضی داره و در اختیار من میذاره میتونم دسترسی بهش پیدا بکنم و همونو استفاده بکنم. ولی حالا فرض کنیم یه عدد دیگه، این عدد قراره در کل برنامه شما ثابت باشه. یا بذارید یه مثال دیگه بزنم. قراره محاسبه بکنید یه فاکتور فروش رو. توی فاکتور فروش شما میخواید مالیات بر ارزش افزوده رو اضافه بکنید. مشتری یه سفارشی داده، دریافت شده، یه مبلغ براش حساب شده، شده مثلا 14000 تومان. درسته؟ شما میخواید مبلغی رو تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده به این اضافه بکنید. باید بدونید نرخ مالیات چقدره و این نرخ مالیات مثلا قراره که کلا 1 سال، 2 سال، 3 سال ثابت باشه. توی برنامه شما 1 سال اینها خیلی بازه زیادیه. به همین دلیل ما کاری میکنیم که یک مقداری تعریف بشه تحت عنوان مثلا نرخ مالیات و ثابت باشه، که اینجا از کلمه کلیدی let استفاده میکنیم. میگیم let ثابتی میخوام با نام مثلا حالا tax rate از جنس فرض کنیم int، البته int اینجوری، برابر با 9. این یعنی 9%. اگه بخواید مثلا درصد در نظر بگیرید، چون معمولا دیگه ما درصدش رو در نظر میگیریم، یا آخر شما بخواید محاسبات کلا اعشاری در نظر بگیرید، تو محاسباتتون همین عدد رو ضرب کنید، بگید از جنس دابل برابر با 9%، که این براتون یه دونه ثابت تحت عنوان tax rate یا نرخ مالیات تعریف میکنه. اگه جنسش هم نگید خودش دابل در نظر میگیره. خیلی وقتا دیگه ما تعریف به همین صورت انجام میدیم، خودش پیش فرض نوع متغیر رو برای ما در نظر میگیره. این یکی از جاهایی هست که ثابت شده این مقدار. خب دیگه اینجا نمیگیم که با مقدار اولیه 900، میگیم ثابتی با نام tax rate، حالا از جنس دابلش حذف شد، ثابتی با عنوان tax rate ما در نظر گرفتیم با مقدار 900. دیگه مقدار اولیه نیست، چون این مقدار باید همین 900 باشه. من بعدن اگه بیام بگم که tax rate رو میخوام بذارم 10، بهم اجازه نمیده و این یه خطاه. ببینید این پایین خطا رو آورد، گفته tax rate یه دونه let constant، این یه دونه ثابته. وقتی که ثابت هست دیگه، ببینید اینجا گفته این ثابته، نمیتونی بهش مقدار بدی، حتی نمیتونید که حالا ببینیم مثل زبانهای دیگه هست یا نه، این رو بدون مقدار رها بکنید. ببینید این پایین می نویسه، گفته شما اینجا یه چیزی گم شده، مقدار بهش ندادی، که ما اینجا مقدارش رو بهش میدیم. پس برای تعریف ثابت ها از کلمه کلیدی let، بعد نام ثابتتون و بعد مقدار همیشگی اون ثابت بعد فراموش نکنید، یعنی همیشه باید مقدارش رو بهش بدین. بعدتون باشه نمیتونید توش چیزی بریزید،
و در اون تغییر ایجاد بکنید، ولی ازش میتونید استفاده بکنید. مثلا این نرخ رو ضرب در یه عددی بکنید، بگید که چه مقدار مالیات باید پرداخت بشه و به مبلغ اصلی اگر اضافه بکنید میشه مبلغ نهاییتون که از این استفاده میکنید. طبق عادت من معمولا ثابت ها رو با حروف بزرگ مینویسم، کامل تمام نامشون رو. اگر بخوام بین دو تا کلمه با معنیشم فاصله ایجاد بکنم یا آندرلاین بزنم. برام خدا و سلام مجدد خدمت شما عزیزان، در خدمتتون خواهم بود با ادامه آموزش‌های برنامه‌نویسی به زبان سویفت. تو این جلسه میخوام در مورد کار کردن با اعداد صحبت بکنیم و ببینیم که با اعداد چطور کار میکنیم و چند تا نکته مهم رو مرور بکنیم با هم. اگر که این نکات رو میدونید و با زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه آشنا بودید، بهتون بگم که تفاوتی با اونها نداره و دوستانی که آشنا نیستند و تازه دارن ورود میکنن به دنیای برنامه‌نویسی این قسمت رو تماشا بکنن. Xcode رو باز میکنم و یه دونه پلی‌گراند جدید میسازم. سعی میکنم که خیلی کوتاه باشه و زیاد صحبت نکنم در موردش. یه سری مفاهیم اصلی و چیزایی که واقعا نیاز داریم بهش رو، نکات رو خیلی سریع بهتون بگم. پلی‌گراندمون رو میذارم variables-numbers. با اعداد میخوایم کار بکنیم و تو همون پوشه دیفالتمون این رو ایجاد میکنم. خب میخوایم که تو این پلی‌گراندمون در مورد کار با اعداد صحبت بکنیم. ببینیم اعداد چجوری تعریف میشن. اول از همه تعریف متغیرهای عددی رو با همدیگه مرور کردیم و در موردش صحبت کردیم. ما اگه بخوایم یه متغیر عددی تعریف بکنیم، مثل تعریف همه متغیرها می‌نویسیم var و بعد یک نام به متغیرمون میدیم که فرض بکنید مثلا age سن یا سن و سال و بهش میگم مثلا برابر با 28. خب با این شکلی که ما می‌نویسیم، در صورتی که عددی که سمت راست نوشته شده یک عدد صحیح باشه به صورت پیش‌فرض، نوع متغیر ما از جنس صحیح خواهد بود و در نتیجه من اگه بگم که در کامنت بگم که این یه اینتیجره، درسته. در همون خط اگر شما کامنت اضافه بکنید تا انتهای خط دیگه کامنت به حساب میاد و خونده نمیشه، جز کد به حساب نمیاد در زمانی که میخواد کامپایل بکنه و اجرا بکنه. این الان یه دونه اینتیجره، یعنی من اگر بیام بنویسم age برابر با 28.5 یه خطایی برای من تولید میشه که اینجا میگه که چیزی که اینجا نوشتی دابله و پیشنهاد هم میده، میگه که میتونی به جاش بنویسی int پرانتز باز 28.5. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه از این یه مقدار اینتیجر استخراج کن که قسمت صحیحش رو دریافت میکنه، قطع میکنه. یعنی من اگه الان بگم که age برابر باشه با int مثلا منفی 34.6 جواب میشه منفی 34. اصلا جزء صحیح نمیگیره، که اگه شما در محاسباتتون نیاز دارید به جزء صحیح یه دونه عدد، الان جزء صحیح منفی 34.6 از ریاضیات میدونیم که میشه منفی 35، که اونجا از توابع مربوط به ریاضیات باید استفاده بکنید جزء صحیح بگیرید. اما این نوع تبدیل قطع میکنه، در واقع دقت شما رو کاملا کاهش میده و شما دیگه در محاسباتتون نمیتونید اون چیزی که مد نظرتون هست رو داشته باشید. خب پس من این رو کامنت میکنم تا باشه تو این فایل و شما ببینید که اگر حالا اینجوری کامنت نکنم دیگه، اونجوری که درست اینجوری میزنم که رانگ، این یه خطاه، اصلا میگم اروره. خب به این روش شما نمیتونید مقدار بدید بهش، مقدار دابل، مگر اینکه خودتون تعریف بکنید و بهش بگید که من یه دونه متغیر از نوع اعشاری یا دابل میخوام. برای اعشاری ها هم ما دو نوع متغیر داریم، دو نوع دیتا تایپ داریم که اعداد اعشاری رو میتونن در خودشون ذخیره بکنن، یعنی در حافظه ذخیره بکنن. نوع اولمون دابل هست که استاندارد و پیش فرضه، یعنی شما اگه بگید فرض میکنم x، متغیر x رو میگیم از تایپ، اصلا تایپش هم ندیم چون میخوام بگم پیش فرض اونه، فرض کنیم بذارید 29.3. با این کار شما در واقع اومدید یک عدد متغیر از جنس دابل تعریف کردید. از کجا بفهمیم دابله؟ از اینجا که شما فرض بکنید متغیری از جنس فلوت هم تعریف بکنید. فلوت یعنی ممیز شناورها.
تفاوت فلوت با دابل در دقتشون هست، در فضایی که ذخیره میکنن هست به صورت البته پیش‌فرض، و معمولا اینطوره که دابل جنریک تره. شما خیلی ممکنه با نوع داده دابل بیشتر ارتباط برقرار بکنید، ولی فلوت هم گذاشته شده چون بعضی کتابخونه ها به جو بعضی کتابخونه های گرافیکی مختصات نقاط و غیره رو یا شعاع دایره ای میخواد رسم بکنه، همگی بر حسب فلوت در نظر گرفتن و نیاز هست بهش، که برای محاسبات معمولا بیشتر از دابل استفاده میشه. ما هم سعی میکنیم بیشتر دابل استفاده بکنیم. حالا میگم این مقدار فلوت رو میذارم 29.3. الان برای من یه دونه خطا اینجا نشون داده میشه. نه این خطا برای چیزه، اسم این متغیر رو من دو تا x داشتم، دوباره تعریفش کرده بودم. یه متغیر رو y هم تعریف میکنم. خب این میشه یه متغیر از جنس فلوت. حالا اگه من بگم y برابر هست با x، یعنی مقدار x رو در y اساین بکنه، در واقع اومدم یه دابل رو ریختم توی متغیری از جنس فلوت که اینجا اومده یه اشتباهه. در صورتی که این چیزی که ما انجام دادیم دو تا عدد اعشاری بودن، به دلیل اینکه نوع این متغیرها فرق میکنه، نحوه ذخیره اینها در حافظه از دید صفر و یکی، تعداد بیت ها در بعضی موارد، نحوه ذخیره سازی و ممیز شناور متفاوته، اینو وقتی که اساین میکنید با خطا همراهه. برای این کار شما باید یه دونه مثل همون حالت قبل بنویسید float x، که این عملیات در بین اعداد اعشاری حداقل قابل قبول تره تا اینکه بیاید از یه دونه عدد int بگیرید، که البته این فرم age مساوی با int مثلا 28.5 هم زیاد کاربرد داره. مثلا در مواردی من نیاز به عدد صحیح دارم ولی محاسباتم رو روی اعداد اعشاری انجام میدم، وقتی که نتیجه تموم شد اون نتیجه که حاصل شده رو تبدیل به اینتیجر میکنم، نه اینکه تک تک عناصری که در محاسبات من دخیل هستن رو تبدیل به عدد صحیح بکنم. مثلا عدد اول ضرب در عدد دوم، درسته؟ فرض کنیم من 28.9 رو ضرب در 32.2 میخوام بکنم، درسته؟ این عملیات یه همچین جواب بهم میده، 930.58. یه ماشین حساب دم دستی هم هست. خب جواب این یه همچین عددیه. حالا اگه من بیام تک تک این المان ها رو عدد صحیح بکنم، یعنی بنویسم اینت 28.9 که میدونم 28 ضرب در اینت 32.2، فرض کنید اینها تو متغیر ذخیره شدن، ضرب انجام بدم میشه 896. ببینید چقدر خطا دارم، خطا زیاده، درسته؟ میخواید درصدش رو بگیریم؟ البته زیاد الان لازم نیست اینجا. خب ولی فرض بکنید که من بگم اینت 28.9 ضرب در 32.2، یعنی اول ضرب انجام بشه از جوابش اینتیجر بگیرم، میشه 930. خیلی قابل قبول تره. در مواردی که شما حتما باید پاسختون یه عدد صحیح باشه این اتفاق میفته، حتی بعضی اوقات با توابع ریاضی روندش میکنن به جای اینکه قطعش بکنن، ولی ممکنه بهش نیاز داشته باشید به دلیل بعضی محدودیت هایی که ممکنه براتون پیش بیاد. خب این هم برای نسبت دادن یه متغیر دابل در متغیر فلوت. کلا متغیرهای ما از نظر اعداد این سه نوع رو ما در نظر میگیریم، و البته ببینید همون اعداد هم مثلا بگم متغیر فرض بکنید آیدی، درسته؟ میگم این آیدی از جنس لانگ هست، که البته حالا لانگ رو به عنوان مثلا این 64 در نظر میگیرم، یه اینتیجری که در 64 بیت ذخیره میشه، معادل با لانگ هست در زبان برنامه‌نویسی دیگه، یا برای تأکید اینت 32 داریم، اینت 16 که همون شورت باشه، اینت 8 که میشه یه دونه در یک بایت ذخیره میشه. مثلا آیدی وقتی از جنس اینت 8 باشه یعنی یه اینتیجر که در 8 بیت ذخیره میشه، درسته؟ مقدارش رو من میذارم 255. خب میبینید که خطا میده. چرا خطا میده؟ به این دلیل که شما در اینت 8 میگه 255 اوورفلو میکنه. اوورفلو یعنی چی؟ اوورفلو در برنامه نویسی یعنی اینکه شما یه فضایی دارید 8 بیت، هر بیت میتونه 0 یا 1 باشه، درسته؟ من حالا اینجا
به عنوان کامنت قرار بدم. اینت 8 یعنی 8 بیت، درسته؟ که نتیجه میده 256 تا حالت رو، یا 256 تا عدد رو. چرا 2 به توان 8؟ هر بیت میتونه 0 یا 1 باشه، یعنی دو حالت داره، 256 تا عدد. چون این به فرمت سایند هست، یعنی یه عدد اینتیجر میتونه منفی و مثبت باشه، این آوردن بین منفی و مثبت این رنج رو تقسیم کردن و نتیجهش میشه از منفی 128 تا 127 میتونه عدد بگیره. یعنی من اینجا بهش میدم منفی 128، خطایی به هم نمیده و الان باید جواب رو هم بنویسه. حتی منفی 128 رو اینجا نوشت، ببینید نوشت. و حتی اگه بهش بدم 127 هم خطایی به هم نخواهد داد. ولی اگه بگم 128 میگه اوورفلو داری. حالا منظور از اوورفلو چیه؟ منظور از اوورفلو این هست که ما از اون رنج خودش زدیم بیرون. 128 رو نمیتونه تو این 8 بیت ذخیره بکنه. حالا من مثلا میام میگم که حالا اینجا میگم وریبل شورت، اسمشو میذارم شورت، میگم از تایپ این 16ه. این 16 دوباره یعنی 16 بیت، درسته؟ 16 بیت حدودا 65536 تا حالته که این عدد دوباره وقتی ذخیرهش میکنم میگه اوورفلو داری، چون من نصف این رو میتونم ذخیره بکنم، درسته؟ یعنی 32768 تا. تازه این عدد منفیش میتونه ذخیره بشه ولی مثبتش میشه 32767. صفر رو هم جزء قسمت بدون علامت ها در نظر میگیرن، چون صفرمون وسط داریم، دقیقا نمیشه متقارن در نظر گرفت، تعداد زوجه. که این عدد الان میشه یه عددی از تایپ شورت، یعنی این 16 که میگم عدداش از منفی 32768 میتونه توش ذخیره بشه تا 32767، در مجموع 2 به توان 16 حالت. اینتیجر معمولی، اینتیجر معمولی به عنوان کامنت بگم، یعنی همون اینت 32. البته معمولا یعنی این که در 32 بیت ذخیره میشه. برای اینکه امتحان بکنیم مثلا میام میگم که اینت اسم متغیر باشه، چون تایپا با آی بزرگ شروع میشه، میگم یه دونه اینتیجر برام در نظر بگیر، بذار 32 بیت تا حدود 2 میلیارد میتونه بره. مثلا میگم بذار 3 میلیارد و 100 میلیون و 200,100 که ببینیم خطا میده یا نه. نه نمیده. تو این حالت مثل این که اینت 64 اینجا که شبیه به همون لانگ هم میشه، پس من این کامنت رو پاک میکنم. خب این هم با اقسام اینتیجر که شما شاید این عدد رو یه عددی بزنم، خب که شما شاید اصلا به اینها نیازی پیدا نکنید، مگر اینکه در مواردی نیاز به این دارید که فرض کنید تعداد زیادی از اینها قرار ذخیره بشه. مثلا 1,000,000 آیدی ذخیره بشه. 1,000,000 آیدی اگه بیاد و برای هر آیدی شما 2 بایت مصرف بکنید، فرق میکنه با اینکه برای هر آیدی 1 بایت مصرف بکنید، و این میتونه براتون مهم باشه در همچین مواردی که شما نیاز به ذخیره کردن داده ها دارید، یا شاید این داده ها از جای دیگری بیان و شما به دلیل اون محدودیت داده های ورودیتون مجبور بشید از این جنس تعریف بکنید. حالا بریم سراغ اپراتورهایی که روی اعداد کار میکنن. حالا مثلا بگم که آریتمتیکال اپراتورز، محاسبات رو میخواییم با هم دیگه بررسی بکنیم. ما خیلی راحت میتونیم دو تا عدد صحیح رو با هم جمع بکنیم. مثلا فرض کنید من یه دونه وریبلی در نظر میگیرم با عنوان A، مقدارش رو میذارم 17، یه وریبلی هم با عنوان B مقدارش رو میذارم فرض کنید 6، درسته؟ دو تا عدد رو تعریف کردم. یکم بیام پایین تر. خب این دوتا عدد هر دو اینتیجر هستند، الان هر دوتا اینتیجر هستند و بیان چند تا محاسبات با هم دیگه انجام بدیم. مثلا برای جمع اینها خیلی راحت میگیم A رو به اضافه B کن، مثل تمام زبانهای برنامه نویسی دیگه. اگر بخوایم فرض کنیم که اینها منها بشن، ماینس، میگیم
آمن های بی. حالا اینجا میتونم بذارم سابترکت که میذارم همین ماینس. یا ممکنه اینجا بگم که بخوام اینها رو در هم ضرب بکنم، پروداکت یا مالتیپلای اینا رو در هم ضرب کنیم یا تقسیم کنیم به هم دیگه. درسته؟ خب جواب ها رو ببینید سمت راست رو. خوبیش اینه که دیگه لازم نیست هی اجرا بگیریم ازش. نتیجه هر کدوم از این کد ها هر خط کد رو می نویسه تا جایی که بتونه. مثلا میگه آ و ب جمع میشن، منها میشن، درسته، ضربشون هم به درستی انجام میشه. اما تقسیمشون رو ببینید، 17 رو تقسیم بر 6 میکنیم میشه 2. اینجا دوباره همون نکته‌ای که در تمام زبان‌های برنامه‌نویسیمون هم اکثرا داریم، مثلا در جاوا سی و سی پلاس پلاس داریم، تقسیم دو تا عدد صحیح همیشه یک عدد صحیح میشه. یعنی ما در این حالت فقط بهمون چی میده؟ بهمون خارج قسمت تقسیم رو میده. خارج قسمت تقسیم میشه 2. اگه شما میخواید بدونید باقی مانده چقدره، مثلا بگیم ریمیندر، باقی مانده میشه A درصد B. A درصد B یعنی این که باقی مانده تقسیم A بر B.